سرخیو راموس توسط لیونل مسی کاملا نابود شده بود و نمیتونست بعد از کاری که این ستاره آرژانتینی تو یکی از بیادماندنی ترین ال کلاسیکوهای تاریخ انجام داد خشمش رو پنهان کنه. لئو کلی از راموس و مارسلو عذاب کشید و تصمیم گرفت یه درس درست و حسابی بهشون بده. همه چیز سر جاش بود. فقط 6 بازی از فصل 2016-2017 لالیگا مونده بود. رئال مادرید تو سانتیاگو برنابئو میزبان بارسلونا بود. کهکشانی ها تو صدر جدول قرار داشتند و کاتالان ها فقط با 3 امتیاز کمتر پشت سرشون بودن. تو این ال کلاسیکو دو تیمی در مقابل هم قرار گرفتن که 3 لیگ قهرمانان قبل رو مال خودشون کرده بودن. به علاوه تو اون بره اونا بهترین تیم های دنیا بودن. پیروزی تو این بازی باعث می شد مادریدی ها تو 5 هفته آخر 6 امتیاز از بارسلونا جلو بیفتن. رئال مادرید اولین گل رو توسط کاسمیرو به ثمر رسوند، ولی فقط 5 دقیقه بعد لیونل مسی کار رو برای بارسلونا به تساوی کشوند که مسی هم بهترین گلزن ال کلاسیکو بود و این گلش هیچ تعجبی نداشت. همه در مورد کلکل مسی با دفاعهای رئال مادرید به خوبی با خبر بودن، ولی این کلکل مربوط به همه دفاعهای رئال نبود. سرخیو راموس و مارسلو دوتا از بهترین دفاعهای تاریخ رئال مادریدن. حالا چطور میشه یکی از بهترین بازیکنان تاریخ رو متوقف کرد؟ با لگد زدن بارها و بارها. اگه قبل از اینکه دریبلاشو شروع کنه روش خطا کنین، خطر رو خونسا کردین. این آرژانتینی همیشه مجبور بود خطاهای دفاعها رو تحمل کنه، ولی اون روز راموس و مارسلو دیگه خیلی زیاده روی کردن. مارسلو زیاد اهل این کارا نبود، که خب کارهاش تو اون روز تعجب همه رو برانگیخته بود. اون با آرنجش تو صورت مسی ضربه زد. وقتی لئو میخواست توپ ازش بگیره، این مدافع برزیلی تو صورتش ضربه سختی زد و باعث خونریزی از دهنش شد. لئو و همتیمیهاش عصبی شدن و مدام به داور اعتراض میکردن، ولی مارسلو فقط یه کارت زرد گرفت. مسی هم مجبور بود چند دقیقه ای رو با دستمال تو دهنش بازی کنه. در همین حین راکیتیش تو دقیقه 73 بارسلونا رو جلو انداخت. استادیوم داشت منفجر میشد و اونجا بود که سرخیو راموس دست به کار شد. اون مسی رو با یه تکل خشن زمین زد. اگرچه اون مثل مارسلو خوش شانس نبود، چون داور بهش کارت قرمز نشون داد. عصبانیت از چهره مسی موج میزد. وقتی خامس رودریگز کار رو به تساوی کشوند، این عصبانیت بیشتر هم شد و لئو میخواست یه انتقام سخت ازشون بگیره. ال کلاسیکو وارد دقیقه 92 شد. بارسلونا برای اینکه بتونه تو کورس قهرمانی بمونه به یه معجزه نیاز داشت و همونجا دعاهاشون جواب داد و معجزه اتفاق افتاد. سرجیو روبرتو یه ضد حمله سریع رو از سمت خودش شروع کرد. بعد از اون توپ در اختیار جوردی آلبا قرار گرفت و اونم بهترین کار رو باهاش انجام داد. یه پاس فوق‌العاده برای شماره 10شون. مسی یهو ظاهر شد و پای چپش بقیه کارها رو انجام داد. با یه ضربه فوق‌العاده لئو باعث شد بارسلونا اون بازی رو تو برنابئو ببره و یکی از بیادماندنی‌ترین خوشحالی‌هاش رو هم انجام داد. اون پیراهن شماره 10ش رو از تنش بیرون آورد و به همه طرفدارای رئال مادرید نشون داد. چند روز بعد همون پیراهن مسی 450,000 دلار فروخته شد. نتیجه‌ای که تو اون بازی حاصل شد به رختکن هر دو تیم هم انتقال پیدا کرد. راموس اعتراف کرد که اون و همتیمی‌هاش بد بازی کردن. ما 45 دقیقه رو تلف کردیم و وقتی شما در مقابل تیم با استعدادی مثل بارسلونا این کار رو انجام میدین، قطعاً مجازات میشید. ولی برای ستاره آرژانتینی اون روز فقط یه روز عادی دیگه بود. نه، بحث انتقام نبود. ما میخواییم شرایطی که الان داریم رو حفظ کنیم و به بردن بازی ها ادامه بدیم و 3 امتیاز مسابقه ها رو برای قهرمانی بگیریم. ولی مسی تو دلش میدونست که به بهترین نحو ممکن از مارسلو راموس انتقام گرفت. اگرچه رئال مادرید در نهایت لالیگای اون سال رو برد، ولی مسی با 37 گل زده تو 34 مسابقه بهترین گلزن اون تورنمنت شد. ولی آیا مسی میتونه همون عملکرد رو تو PSG هم پیاده کنه؟ تو کامنت ها بهمون بگین. راستی ویدیوهای زیر هم میتونن براتون جالب باشن. تو ویدیوهای بعد میبینمتون.